محمد امیری مهاجر افغان که با اساکر امریکایی در افغانستان کار میکرد، یک ماه قبل در حالی که ویروس کرونا همگیر شده بود وارد ایالات متحده امریکا گردید. وقتی ما ویزای خود را گرفتیم کرونا همگیر شده بود، وضعیت بسیار خراب بود. ما تصمیم گرفتیم به دبی برویم و بعد به امریکا بیاییم. اما تا کنون اطفال وی هنوز منتظر رفتن به مکتب هستند. آنها تا هنوز به مسجد نرفتند تا با خانواده های دیگر مسلمان آشنا گردند و محمد منتظر یافتن شغل است. ولی با ضربه شدیدی که بر اقتصاد امریکا وارد گردید، مشخص نیست که اوضاع چه زمانی بهبودی خواهد یافت. همه چیز مسدود است. سرویس خدمات اجتماعی کاتولیک هم گفتند که تا 2-3 ماه دیگر کار پیدا کردن مشکل است. آغاز زندگی جدید در ایالات متحده برای یک مهاجر آسان نیست، بخصوص در هنگام همگیری ویروس کرونا که منجر به قطع کمک‌های حکومت برای آنها شده است. مشکلی که او در حال حاضر خواهد داشت نداشتن کار برای کمک به خانواده‌اش است. ثانیاً، تمام خدمات و کمک‌هایی که ما فراهم ساختیم باید به تعویق بیفتد تا آنها معاینات صحی را سپری کنند. خدمات صحی هم در حال تأخیر قرار دارد. بنابراین مشکلات موجود است. وضع قیودات به خاطر ویروس کرونا تأثیر مشابهی را بر خانواده‌های مهاجر و غیر مهاجر بر جا گذاشته است، از دست دادن مشاغل و رسیدگی به مشکلات اطفالشان. اما تعدادی به این مشکل در حال مواجهند که زبان را به صورت کامل نمی‌دانند و عضو خانواده و یا دوست ندارند که با آنها کمک کنند. خانواده امیری به تاریخ 24 مارچ پس از آن به سالت لیک سیتی ایالت یوتا رسید که آن ایالت مکاتب و تشبسات را به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مسدود ساخت. آنها پس از 3 سال انتظار برای گرفتن ویزا، هشدار یک کارمند طیاره در کابل را نادیده گرفتند که برایشان گفته بود سفر به امریکا در جریان همگیری ویروس کرونا خطرناک است. برای امیری، خانم و 4 طفلش قبولی این خطر ارزش داشت. امیری در حالی که انتظار گرفتن ویزای خاص را میکشید، بیم داشت که مبادا طالبان از همکاری وی با نیروهای امریکایی در افغانستان آگاه شوند و خانواده‌اش را اختطاف کنند. نهادهای امدادی مهاجرین برای خانواده‌های مهاجر از سرمایه کمک‌های حالات اضطراری برای پرداخت کرایه خانه و غذا برای خانواده‌هایی که عواید خود را از دست دادند کمک کردند. یک عضو نزدیک خانواده امیری، باشنده سالت لیک سیتی و همچنان یک نهاد خدمات اجتماعی کاتولیک، امیری را در قسمت پیدا کردن کار کمک می‌کنند. گرفتن اسنادشان مثل سند هویت ایالت یوتا، ارائه معلوماتی که آنها نیاز دارند، اصول تمام خدمات اجتماعی که ما برای آنها فراهم می سازیم، اکنون همه را از طریق آنلاین انجام می دهیم. بنابراین برای آنها مشکل است که بدون موجودیت فیزیکی ما چگونه از وسایل نقلیه عامه استفاده کنند، چگونه به اپایمنت های دکترشان بروند و چگونه برای خرید مواد خوراکی به مغازه ها بروند. بسیاری از مهاجرین در مدت 3 تا 6 ماه کار پیدا می کنند، اما تردید و نامعلومی در مورد همگیری ویروس کرونا این امر را مشکل می سازد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.